جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر نگرانی خود را به خاطر حضور هزاران سرباز کره شمالی در روسیه ابراز کرده است. واشنگتن میگوید که کره شمالی حدود 10,000 سرباز خود را به روسیه اعزام کرده تا در جنگ اوکراین نظامیان روسی را همکاری کنند. در این حال وزیر خارجه کره شمالی وارد روسیه شده و مسکو میگوید که هدف این سفر مشوره های استراتژیک میان هر دو کشور میباشد. بر شرح بیشتر در این مورد همکارم سعید عزیز الرحمن از قصر سفید در برنامه با ماست. سلام عزیز، روز بخیر. معلومات واشنگتن چی است که آیا نظامیان کره شمالی تا حال با اوکراینی ها وارد جنگ رو در رو شدن یا نه؟ سلام به شما و سلام به بیننده های ما. در ابتدا می خواهیم بگویم که ساعت قبل شبکه CNN به قول از دو منبع استخباراتی گزارش داد که گویا یک تعداد محدودی از نظامیان کره شمالی وارد قلمرو اوکراین شده اند، لیکن نه کیف و نه هم واشنگتن تا به حال این خبر یا گزارش را تایید کرده است. آخرین چیزی را که مقام ها در واشنگتن ابراز داشتند این بود روز گذشته البته که معلومات نیست که نشان بده که نظامیان کره شمالی وارد اوکراین شده باشند و یا با نظامیان اوکراینی رو در رو وارد جنگ شده باشند، لیکن به گفته وزارت دفاع ایالات متحده یک تعداد محدودی از سربازان کره شمالی همین اکنون در منطقه کورسک در غرب روسیه جابجا شده اند و به گفته این وزارت به نظر می رسد که حدود 2,000 سرباز دیگر در راه رسیدن به این منطقه می باشه. البته قابل یادواری می دانم که کورسک در نزدیکی مرز با اوکراین موقعیت داره و نظامیان اوکراینی در ماه آگست وارد این منطقه شده بودند و همین اکنون نیز در آنجا مستقر می باشند. روز گذشته رئیس جمهور بایدن ضمن از اینکه نگرانی خود را در مورد حضور سربازان کره شمالی در روسیه ابراز کرد، ایره هم گفت که اگر سربازان کره شمالی وارد قلمرو اوکراین شوند، در آن صورت اوکراینی ها می توانند که آنان را هدف قرار بدهند. تشکر. با در نظر داشت شرایط موجود در منطقه، انتظار اوکراین از نتایج انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده چیز؟ ما بارها صحبت های رئیس جمهور اوکراین در رابطه با انتظاراتش از امریکا و غرب شنیدیم. دقیقا انتظار کیفمی است. هر کسی که در واشنگتن تصدی ریاست جمهوری را به دست میگیره باید که حمایت واشنگتن و کمک های واشنگتن از کیف همچنان ادامه داشته باشه و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی دو روز قبل، یعنی روز دوشنبه، در این مورد صحبت میکرد و گفت که بر حمایت هر دو حزب در کنگره ایالات متحده، یعنی هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان، حساب میکنه و گفت که اگر حمایت و کمک به اوکراین قطع شود، در آن صورت این کار در حقیقت برندش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود و بازندش جهان غرب دموکراسی و آزادی خواهد بود. تشکر آقای مشرف. تشکر عزیز، وقتت بخیر.